امروز برای دوستان ما دعا میکنیم، دوستانی که در طی روز گذشته درخواستاتون رو فرستادید، با شما میستیم در شکاف، با خواهران و برادرانی که به صورت وفادارانه با ما متحد میشن، چه اونایی که حاضرن چه اونایی که بعداً دعا میکنن، و برای شما دوستان دعا میکنیم. دوست عزیز مسیح گفتن سلام برادر عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و در پناه خداوند باشید. فکر کنم دیدید که حال من چقدر خوبه. هللویا. برادر عزیزم، درخواست دعا داشتم واسه دوستم سینا، چون به هم گفته دست به هر کاری میزنه یا مانعی تو کارش پیش میفته، من میخوام با من در دعا باشید برایش که تو کارش موفق بشه. سپاس از شما، خداوند بهتون برکت بده. مرسی خواهر گلم، حتما با شما متحد میشیم. بذارید که این دعا رو دوست شما سینا بشنوه. امیدوارم که ایماندار ایشون، که اگر ایماندار هستش دعا میکنیم که خداوند ایشون رو نجات بده و حیات و برکت مسیح رو دریافت کنه. اما متحد میشیم در نام قدوس عیسی مسیح، شاه شاهان، پسر خدا، او که بود و هست و میآید. خداوند دعا میکنیم هر چی که مانع است در زندگی سینا، به قوت قیامت خودت از مردگان، هللویا، به قوت روح القدس، همین الان خداوند تو برداری. دعا میکنیم در نام عیسی مسیح درها براش باز شه که سینا و سیناها بفهمند عیسی خداونده، اعلان کنن عیسی خداونده، که نام تو جلال بیابه پسر خدا. ما ایمان داریم، هللویا. شما اگر اون کسی هستید که در زندگیتون موانع رو احساس میکنید چیزی داره ترمز میزنه تو زندگی شما، نمیذاره جلوتر بری، احساس میکنید که دارید درجا میزنید، با من متحد بشید. هللویا. عیسی مسیح زنده، برای این خواهر و برای این برادر در نام قدوس پرجلال عیسی مسیح دعا میکنم، شفاعت میکنم خداوندا، میکوبم ای خداوند به نام عیسی مسیح. تو رو شکر میکنم برای درهای باز برای عزیز، تو رو شکر میکنم که امشب آخرین شبیه که او داره درجا میزنه، امشب آخرین شبیه که او نمیتونه دیگه جلو بره ای خداوندا. تو رو شکر میکنم برای درهای باز، هللویا. تو رو شکر میکنم که پیشاپیش او داری قدم برمیداری ای خداوندا. تو رو شکر میکنیم عیسی مسیح زنده. لطفا برای لیدا دعا کنید تا خداوند تمام بیماری های او را شفا بده و روابط او با خانواده شفا پیدا بکنه و زندگیش پر از حضور خدا باشه و خودش و خانوادهش آرامش بیابن در نام عیسی مسیح زنده. بله خداوند، دعا میکنیم برای لیدا، با این عزیز متحد میشیم، دعا میکنیم برای لیدا ای خداوند، میخوایم که تمام بیماری های عزیز رو شفا بدی، چون کلامت میفرماید که به زخمای تو ما شفا یافتیم، شفا در روابط خانوادگی، شفا در تمام چیزایی که او نیاز داره ای خداوند. اعلان میکنیم برکت تو را ای خداوند، اعلان میکنیم قوت تو را، اعلان میکنیم شفای تو را ای خداوند، چون تو شفا دهنده هستی. هللویا، خدای قادر مطلق. دوستان کلام خدا میفرماید عیسی مسیح امروز، دیروز، تا ابدالآباد همان هستش، او تغییر نمیکنه. هللویا. من و شما تغییر میکنیم، یه روز پایین و پایینیم، یه روز بالا میایم، یه روز خوشحالیم، یه روز ناراحتیم، ولی او تغییر نمیکنه. او زنده است، او قادر هستش. اگر در زندگیتون، در روابطتون با کسی مشکل دارید، من میخوام دعا کنم برای شما که شفا پیدا کنید. هللویا. خواست خدا اینه که روابط شما شفا پیدا کنه در نام پرجلال عیسی مسیح زنده. عیسی ای شاه شاهان، بیا و روابط این عزیز رو شفا بده. تو میدونی مسبب زخمی شدن و به هم خوردن این روابط چی هست ای خداوندا. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم فروتن ساخته برملا بسازی ای خداوندا، مکشوف کنی، فروتن ساخته ای خداوندا، این روابط به هم خورده رو شفا بدی ای خداوندا. هللویا. تو روح جدایی را قرار نداده ای خداوند، بلکه روح عشق و محبت، روح پذیرش، روح اتحاد ای خداوند. پس ما دعا میکنیم برای این عزیز که همین الان تو در زندگیش عمل کنی ای خداوند و روابط زخمی او را شفا بدی. جلال بر نام قدوست، شفا بده ای خداوند، شفا بده. هللویا. تمام نقشه های شریر را باطل کن ای پسر خدا در زندگی این شخص. تو رو شکر میکنم ای خداوند. هللویا. محمد عزیز با ما تماس گرفتید، گفتید سلام برادر ناتان،
میخواستم برام دعا کنید تا افرادی که میآیند و در خانواده تفرقه و جدایی بیاندازند از زندگی دور شوند تا در پاکی و قدوسیت خداوند زندگی کنم. برکت خداوند با شما. دوست من، اگر شما با خدا راه میرید، هیچ کس نمیتونه روابط شما رو با خدا به هم بزنه، هیچ کس، مگر خودتون. هللویا. کلام خدا میگه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ در رومیان، آیا غم، آیا درد، آیا افراد، آیا شکنجه، آیا مصیبت؟ پولس رسول میگه هیچ کس. هللویا. چون اگر خدا با ماست، کسی نمیتونه به ضد ما عمل کنه، مگر خودمون نخوایم. خودمون میتونیم این کارو بکنیم که رابطه‌مون با خدا به هم بخوره. من میخوام اینو باور کنید که اونی که در شماست، دوست عزیز من محمد و هر عزیزی که این فکر رو میکنید، هللویا، قوی تر از اون قدرتی که در دنیا عمل میکنه. البته در کتاب مزمور فصل 1 میفرماید خوشا به حال کسی که به مجلس استهزا کنندگان نرود. خب اگر کسی هستش که میشینه و تمسخر میکنه، اذیت میکنه، بگید عذر میخوام، من نمیتونم تو این مجلس باشم، خدا نگهدار. به همین راحتی. اشکال نداره اگه اون شخص ناراحت بشه. ولی شما با احترام دارید اون چیزی رو که به ضد شما هست رو رد میکنید. ولی مهمتر از همه اینه که هیچ کس نمیتونه مانع پاکی و قدوسیت شما بشه. هللویا. تو رو شکر میکنیم خداوند برای محمد. تو رو شکر میکنیم که محمد قدرت هر چیز را داره در مسیح عیسی که میتونه پیروز بشه بر تمام این چیزهای منفی. خداوندا دعا میکنم افرادی که منفی هستن یا توسط ایمان برادر ما نجات پیدا کنن. ای خداوندا، وقتی نگاه میکنن که زندگی و متحول شده، اونها نیز توبه کنن و بگن میخوایم همون طریقت رو بریم ای خداوند، یا اینکه از او دور بشن. ای خداوند عزیز، هللویا، تو رو شکر میکنم ای خداوند. متشکریم که برادر ما موفقه، متشکریم که برادر ما پیروز. ای خداوند عزیز، در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح زنده، هللویا. پریسا جان تماس گرفتید، گفتید درود بر شما برادر عزیز و زحمتکش، همیشه با تمام وجود از خداوند شادی و سلامتی براتون و برای خانواده محترمتون میطلبم. آمین. احتیاج داریم، حتما این کارو بکنید. زنداداش من 26 سالشه و 2 بچه داره و الان سخت بیمار شده و درد شدید توی بدنش هست. دیسک شدید کمر داره، سل استخوان داره، روماتیسم داره، پوکی استخوان گرفته و خیلی جاها رفته برای معالجه ولی همچنان درد داره. برادر عزیزم، من چند روزه براش در دعا هستم و درخواستم از شما اینه که در اتحاد و در کلیسا هم براش دعا بشه. میخوام نام خداوند رو بلند کنم در قومم. باشد که تمام دعاهایتون مثل بخور خوشبوی به حضور خداوند ما برسه. آمین آمین آمین. چقدر عالیه. هللویا. چقدر عالیه. آمین آمین. واقعا بهتون تبریک میگم که میخواید قوم شما، عزیزان شما، هللویا، اونها هم نیز نام خداوند بشناسن، که این از اراده خدا، این از که خدا اومد روی زمین جسم پوشید و برای عزیزان ما مردش. اما متحد میشیم. اگر میتونید اجازه بدید که زنداداشتون این دعا رو بشنوه، ولی در گوشش بگید که کشیش ما در کلیسا دعا کرده با سایر مقدسین. اما متحد میشیم دوستان. هللویا. خداوند دعا میکنم که بدن درمانده این عزیز رو همین الان شفا بدید، آنچرا که انسان ها براش جوابی ندارن. ای خداوندا، دعا میکنیم در نام پرجلال عیسی مسیح زنده، تو وارد شده تغییر بده. ای خداوندا، دعا میکنم خداوند تمام استخوان‌های او را شفا بدی. کلامتو میفرماید که تو بر روی صلیب، بر استخوان‌های تو خداوندا، تمام زجر و دردی که بر استخوان‌های تو آمد، خداوند، به سبب زخمای تو ما شفا یافتیم. خداوندا، دعا میکنم در نام عیسی مسیح زنده، این خواهر عزیز، این دوست عزیز، همین الان، هللویا، شفا بیابه. ای خداوندا، به سل استخوان، به روماتیسم، به پوکی استخوان، به دیسک کمر نهیب میزنم. هللویا. او خداوندا، شفا بده این عزیز رو. تو رو شکر میکنم برای شفا. تو رو شکر میکنم برای که تو الان نام خودتو جلال دادی. ای خداوند، سپاسگزارم. ای خداوند، هللویا، شکر، هللویا. عزیزان، پولس رسول میگه من وقتی دعا میکنم مشت به هوا نمیزنم. هللویا. من میدونم دارم کجا دعا میکنم، مثل یک بوکسوری که میدونه هدفش کجاست. ها، ما داریم به نام عیسی مسیح دعا میکنیم، نه شو داریم، نه برنامه تلویزیونی است، بلکه در شکاف ایستادیم. کلام خدا به ما میگه
خدا ما را کاهنین خوانده و دعا میکنیم تا اینکه نام خداوند در زندگی این دوستان جلال بیابه. همای عزیز گفتن درود بر شما برادر عزیز و همسر خوب و مهربانتان خواهر نازنین، درخواست دعا برای پسر کوچک خواهرم که 6 ماهش هست دارم، بچه باهوشی و آرام و خوشخنده، ولی 2 ماهی که هر وقت سوار ماشینشون میشه این بچه شروع به جیغ زدن و ناآرامی میکنه و وقتی پیاده میشه در دم ساکت میشه. خواهرم ایمانداره و تقاضای دعا برای آرامش پسرش داره. اسم کودک ایشونم رادین هستش. هما جان خیلی خوب میشه که حتما با یه متخصص تماس بگیرید. گاهی وقتا بچه ها و انسان ها در شرایط مختلف واکنش های مختلف نشون میدن. البته ما دعا میکنیم، ولی شاید کافی که متخصص گوش کنه حرف این عزیز رو و اونا میدونن که تو این شرایط بچه چیز رو راحلی رو به شما نشون بدن. اما متحد میشیم با شما و خواهرتون در نام قدوس عیسی مسیح. دعا میکنیم خداوند دست مبارک تو بر رادین قرار بگیره. تو میدونی اشکال کجاست خداوندا. دعا میکنیم که همین الان شفای تو پیشاپیش بره، به این بچه آرامش بده خداوندا. اگر ترسی هست، اگر چیزی شوکی وارد شده که این بچه چند ماهه میترسه از شرایطی که توی اتومبیل داره اتفاق میفته، نهیب میزنیم و دعا میکنیم که آرامش تو بر او قرار بگیره. هللویا 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 هللویا. روح القدس نشون میده هما جان که این بچه 6 ماهه اگرچه نمیتونه حرف بزنه واکنششون بده، چیزی رو شنیده که نباید بشنوه، چیزی رو شنیده، شاید یک حرفی زده شده، شاید چیزی به او گفته شده، نمیدونم، ولی من باطلش میکنم به نام قدوس عیسی مسیح زنده. سیاوش جان تماس گرفتید، برادر گل ما. برادر جان سلام، لطفا برای سینا در دعا باشید. چند روز قبلم دعا کردیم به خاطر سنش و تغییرات جسمی و جنسی که ایجاد میشه به بیراه نره و به راهنمایی من گوش بده و در کلیسا و کلام رشد پیدا کنه نه در دنیا. آمین 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 هللویا. دعا میکنیم خداوند سینا جان این برادر نوجوان ما رو الان ملاقات کنه خداوندا. میدونم که او از شرایط سختی داره عبور میکنه این خداوندا، اما دعا میکنم که شفای تو و آرامش تو وجود او را در بر بگیره، همچون سموئیل نوجوان این خداوندا که اگرچه سنش هم شاید کمتر بوده این خداوندا، اما در این سن صدای تو رو شنید. دعا میکنم که تو سینا رو ملاقات کنی، صدای تو رو بشنوه خداوندا، و در حینی که صدای تو رو میشنوه خداوند روحی دیگر بر او بیاد، روحی مطیع، روحی که تشنه حضور توست. هللویا. روحی که مشتاق ملاقات توست خداوندا. و دعا میکنم رابطه پدر و پسر رو کاملا در دستای مبارک خودت بگیری خداوندا. این عزیزا رو به هم بچسبونی خداوندا. هللویا. هللویا. در نام پرجلال و پرقدرت عیسی مسیح. هللویا. عزیزان من 16 سالم بود که کلیسا رفتم. حدود 34 سال پیش که در واقع مسیح منو ملاقات کرد. یادم میاد به همراه دوستانی که الان مثل برادر عزیز ما کشیش شموئیل کشیش هستن و دوستان دیگه دعا میکردیم ساعتها. ما مجبور نبودیم، بچه 16 ساله مجبور نیستش، بلکه اشتیاق وجود داشت. میدونم که بعضی از ما این چالش رو داریم که کاش که بچه من به جایی که به بیراهه بره از همین ابتدا هللویا مشتاق ملاقات خدا باشه. میخوام بهتون بگم که خدا بیشتر از شما اشتیاق داره که نسل جدید رو ملاقات کنه. هللویا. آنچه که مهمه اینه که به خدا اعتماد کنیم. سالا پیش خدا به من اینو گفت، گفت ولاتان فرزند تو به دستای من بسپار، بذار من کنترلش کنم. آنچه که بعد من انجام بدم اینه که کلام خدا رو بهش بگم، نمونه خوبی براش باشم، براش دعا کنم و صبر کنم تا خدا کار خودش رو کامل کنه. هللویا. به خدا اعتماد کنیم. هللویا. میخوام با شما متحد بشم برای فرزندتون دعا کنم. اگر شما چنین دعایی دارید دستتون رو بلند کنید. هللویا. به نشانه اتحاد و ایمان خداوند دعا میکنم که این جوان رو تو همین الان لمس کنی، این دختر و پسری که تو به عنوان هدیه به این خانواده دادی خداوند عزیز. دعا میکنم خداوند آرامش تو، تشنگی حضور شیرین تو بر این عزیز قرار بگیره خداوندا. دعا میکنم گوشهای او از دنیا بسته بشه
و به سوی تو باز بشه خداوندا. قدوس 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 قدوس. چشمان او از اون چیزایی که در دنیا ناپاکه خداوند بسته بشه و به مکاشفاتی که در آسمان تو داری که میخوای به فرزندان خودت آشکار کنی هللویا باز بشه. دعا میکنم به پدر و مادر این عزیز حکمت بدی خداوند، درایت بدی که تو این شرایط حساس خداوند چگونه رفتار کنه. دعاهای این عزیز رو بشنوی خداوند. عیسی 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 عیسی، تو رو شکر میکنم ای خداوند، هللویا، تو رو شکر میکنم عیسی جان، نام تو جلال بیابه، هللویا هللویا، شکر هللویا. کلام خدا در یوئیل گفته، در اعمال رسولان باب 2 گفته که در زمان آخر روح خودم رو بر جوانان میریزم، ایشان خواب میبینن، رویا میبینن، به عبارت خدا با اونا صحبت میکنه. هللویا، بگید متشکرم. اگر شما برای فرزندتون دارید دعا میکنید و دعا کنیم که نسل جدید در ایران صدای خدا را بشنوه. دنیای گرامی، لطفاً برای مریم که خیلی پرخاشگر هست، زبان تندی داره با خانوادهش و بچه های کوچیکش خیلی خیلی عصبی هست، و خداوند زبان و دهن مریم را تقدیس کنه و آرامش خداوند را همراه با سلامت روح و روان دریافت کنه. ممنونم برای برادر به خاطر دعاهاتون، برکت خدا با شما. آمین 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 آمین. خداوند مریم رو به حضور تو میاریم عیسی جان. میدانیم که مریم برای تو مهمه خدا، ما رو نمیشناسیم ولی او برای تو مهمه. تو موهای سر او را شمرده ای، تو او را قبل از اینکه به دنیا بیاد میشناختی خداوند. تو میدونی که ریشه درد او چی هسته خداوند، تو میدونی که ریشه تمام این پرخاشگری ها کجا هسته خداوند. عیسی جان دعا میکنیم و شفای تو را بر این عزیز اعلام میکنیم، با دنیا متحد میشیم ای خداوند و دعا میکنیم خداوند شفای تو از فرق سر تا به نوک انگشتای پای این عزیز قرار بگیره ای خداوند، به نوعی که او تبدیل بشه به عشق و محبت، تبدیل بشه به کسی که سرشار از محبت و تشویق است. زبان او را شفا بده، فکر او را شفا بده، زندگی او را نجات بده در نام قدوس عیسی مسیح. او را ملاقات کنه ای خداوند، چون تو قادر هستی ای خداوند. به تو اعتماد میکنیم ای خداوند، به تو توکل میکنیم، چون تو راه چاره هستی ای خداوند. هللویا دوستان، خداوند راه چاره رو نشون نمیده، خود او راه چاره هستش. هللویا، خود او راه چاره هستش. کسی که به او دستشو دراز میکنه، به او اعتماد میکنه، هللویا، کارهای عظیم خدا را ملاقات خواهد کرد. هللویا، دعا میکنم روزی بشه که مریم جان بیاد همینجا شهادت بده که در 2 نوامبر 2016 ناگهان روح خدا بر من ریخت و من زندگیم تبدیل شد. جلال بر نام خداوند. این از خواست خدا. خداوند پتروس رو، شمعون را ملاقات کرد، او خیلی عصبانی بودش، او یعقوب و یوحنا را تبدیل کرد، او من و شما را هم تغییر میده. هللویا، جلال بر نام خداوند. هشتمین دعا یا آخرین دعا، درود به شما برادر الناتان عزیز. من کروش پسر 17 سالم الان برای جوونا دعا کردیم. هللویا، که مدتی است مسیحی شدم و رشد روحانی بالایی در این 3 ماه داشتم. کروش جان به تبریک میگم عزیزم، 17 ساله. هللویا، خوش به حالت. هللویا، در خداوند قدم بردار. از شما خواهش میکنم در دعاهاتون برای منم دعا کنید تا لغزش هایی که گاهی برام به وجود میاد و باعث گناه میشه رو به اقتدار نام مسیح دیگه انجام ندم و خداوند به من قدرتی بده تا بتوانم در راهش به ایمانداران و کلیسا خدمت کنم. آمین. فیض مسیح با شما باد. هللویا. من 16 سالم بود، دوست داشتم خدمت کنم. همه منو تشویق نمی‌کردن. بعضیا میگفتن تو نمیتونی، نمیشه. ولی خوشحالم که شما این فکر رو دارید. شما نسل آینده کلیسای ایران هستید. احتیاج به کشیش دارید، احتیاج به کلیسا دارید. هللویا، که اگر دارید خوش به حالتون، اگه ندارید با من در تماس باشید، شما رو خدمت میکنیم، تعلیم بگیرید، رشد کنید. و دومین نکته مهمی که وجود داره کروشان اینه که تصمیم بگیری من نمیخوام گناه کنم. همه چی با تصمیم شروع میشه، همه چی. دعا مهمه، روزه مهمه، چون روزه است که ما را شبیه مسیح میکنه، وقتی فروتن میشیم به حضور خدا دعا میکنیم، ولی تصمیم هستش که مهمه.
هللویا. خداوند با کوروش و کوروش ها متحد میشیم که اشتیاق دارن این خداوند ها شبیه مسیح بشن. هللویا. میدونم که دنیا چیزای خوبی رو به ما پیشنهاد نمیکنه این خداوند ها. نه در تلویزیون، نه در اینترنت، نه در هیچ جای دیگه این خداوند ها. ولی تو رو شکر میکنیم خداوند ها که تو به ما قدرت مسیح را داده ای خداوند ها. تو رو شکر میکنیم که تو به ما قدرت داده ای. تو گفته ای لیکن چار روح القدس بر شما آید، شما قوت خواهید یافت. دعا میکنم ای خداوند الان قوت تو بر کوروش و بر هر عزیز دیگه ای که این دعا رو داره ای خداوند قرار بگیره. هللویا. از روح القدس پر شو به نام مسیح زنده. دعا میکنم خداوند نفرت به گناه در او پدید بیاد ای خداوند، رشد کنه. هللویا. در همه ما رشد کنه خداوند. قدرت تنفر از گناه، چون تو از گناه متنفری نه از گناهکار. هللویا. دعا میکنم در نام پر جلال مسیح که این عزیز رو در دستان پرتوان خودت بگیری خداوند، او رو تبدیل بکنی به یک مبشر، به یک خادم انجیل خداوند، که در اون جایی که هست چه الان چه در آینده نام قدوس تو رو جلال بده. تو رو شکر میکنیم عیسی. هللویا. عزیزان چند لحظه سپاسگزاری کنیم، بگیم خداوند تو رو شکر میکنم. هللویا. تو دعاهای منو شنیدی. هللویا. خدای قادر مطلق، سپاسگزارم برای تمام شفاها، سپاسگزارم برای تمام برکات، سپاسگزارم برای هر آنچه که نیکوست ای خداوندا، که تو الان فرمانش رو صادر کردی خداوندا، برای تک تک این عزیزانی که دعا شد براشون، برای عزیزانی که اینجا با ما دعا کردن ای خداوند، تو رو شکر میکنیم عیسی. برای عزیزانی که بعداً این ویدیو رو خواهند دید، شاید 5 سال دیگه، شاید 10 سال دیگه، برای این دعا رو تکرار بکنن ای خداوند، تو رو شکر میکنم عیسی. تو رو شکر میکنم عیسی. هللویا. 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 شکر عیسی. 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 هللویا. به طور خاص در تمام این چیزایی که گفته شد و دعا شد، در قلب من هست به شما عزیز بگم که هیچ چیزی مهمتر از این نیست که رابطه شما با خدا شفا پیدا کنه و رابطه شما با عزیزانی که در اطرافتون هستن. شاید این عزیزان پدر مادرتون باشن، فرزنداتون باشن، شاید اعضای کلیسا باشن، شاید کشیش محترمتون باشن، نمیدونم. اما بگید خداوندا من میخوام رابطه من با دیگر عزیزان همون رابطه باشه که با پدر و پسر و روح القدس است. چرا که در یوحنا باب 17 این دعا شد. پدر ایشان را با هم یک بساز. هللویا. او خداوند. تو رو شکر میکنم که تو داری خواهر منو شفا میدی. تو رو شکر میکنم که تو داری روابط برادر منو شفا میدی. رابطه به هم خورده این زوج رو داری شفا میدی. کار تو تبدیل است ای خداوند. شکر عیسی مسیح زنده. شکر ای خداوند. هللویا. هللویا. عزیزی هستید که مدت ها پیش دلتون شکسته و شبانتون رو نمیتونه ببخشید. کلام خدا میگه که باید ببخشید. در نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنم روح بخشش در شما قرار بگیره که بتونید به راحتی از این موضوع عبور کنید. تو رو شکر میکنم این روح قدوس که این عزیز رو داری شفا میدی. ای که دعا میشنوی، ای روح القدس سپاسگزارم. متبارک باد نام تو، پر جلال باد نام تو. متشکرم خداوند. بله متشکرم ای خداوند که شفا دادی، که ترمیم کردی، که تبدیل کردی. جلال بر نام قدوست. هللویا. این خواست خداست که ما از جلال به جلال، از قوت به قوت بخرامیم. دوستان در ادامه روزتون، شبتون، هر جایی که هستید، دوباره برید آیاتی رو که در ابتدای این پیام گفته شد رو بشنوید، دوباره بخونیدشون. یوحنا 1:14. هللویا. یوحنا 14:12 اینو حفظش کنید. افسوسیان 1:3 و بگید خداوند رو دریافت بکنم در نام قدوس و پرجلال عیسی مسیح. فردا پنجشنبه برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود، ساعت 10 شب به وقت ایران، و با هم دعا خواهیم کرد. درخواستای دعاتون رو برای من ارسال کنید. با خوشحالی میستیم و از خداوند میخوام که کلام دیگه به من بده که فردا با کلام میام براتون پیغام کوتاهی رو بیارم.
و همینطور اگر خداوند کارهای بزرگو در زندگی شما داره انجام میده بگید، حالا با اسم مستعار، با هر چیزی که راحت هستید، میفهمم وضعیتتونو و ما میگذاریم تا دیگران بنا بشن، شاد بشن و نام خداوند جلال پیدا بکنه. شما رو دوستتون دارم، برکتتون میدم، هر جا که هستید حضور خدا با شما باشه تا بعد. خدا نگهدار.